Салом ба ҳама дӯсту бародаро, и канали азам блогай гапа дарозна мекунем бародаро, мерем барои моҳигирӣ. Касе ки видеоро ки интерес наҳад, тамошо кунад. Мо бошад сар мекунем, рафтем. دوستان امروز درباره یک چند ماهیگیرهای گپ میزنیم که آنها در وقت ماهیگیریشان خودشان شوک شدند. البته که در وقت تماشا کردن ویدیو شما خودتان این را میفهمید. برای آنکه من باور دارم که شما این گونه ماهی ها را در زندگیتان دیدگی نیستید، مرحمت دوستان ویدیو را که تماشا کنید. یک ماهیگیر در کولومبیا برای داشتن ماهی میرود با امید آنکه که در چنگکش یگان ماهی کلون افتد. لیکن وقتی که این ماهی با چنگک این ماهیگیر میافتد، این ماهیگیر خرسند میشود، خیال میکند که با چنگک او یگان ماهی بزرگ افتیده است. لیکن وقتی که او را از آب میبرند، بینید دوستان که این ماهی چگونه است. همراهان این شخص در حیرت میافتند و میگویند ما یگان مرتبه این گونه ماهی را ندیدیم. بینید دوستان که این ماهی پشم دارد و با ماهی عموما مانند نیست و حتی این ماهیگیرها می ترسیدند که این ماهی را از چنگک کشویند و باز و آب سر بدهند و آنها بعد از چند از این ماهی می ترسند و آن را بعد درون آب باز سر می دهند. ماهیگیرهای کیتای شوک شده بودند وقتی که این ماهی با چنگک آنها افتید. بینید دوستان که این ماهی چگونه است. با خیالم یگان تای شما در حیاتتان این گونه ماهی را ندیدید، برای آنکه بینید این ماهی پای دارد. و وقتی که این ویدیو با یوتیوب افتید، علمان گفتند که این ماهی نپد کاروش دوستان یک نام خیتایی داره، در چخوری اقیانوس ها زندگی میکند. لیکن آنها این را در یکی از دریاهای خرد دریافت کردند و این ماهیگیرها خیلی هم زیاد ترسیدند و این ماهی را باز به دریا رها کردند. کدامی از شما اگر دوستان نام این ماهی را دانید در کامنتاری حتما نویسید. این حادثه بوشاد دوستان در کتاب رکورد گینس به قید گرفته شده است، برای آنکه بینید دوستان این شخص در بین شهر ماهی گرفته ایستاده است. آدم ها با او میگویند که تو در اینجا ماهی گرفته نمیتوانی، لیکن این شخص میگوید که من خودم میدانم که چی کار کرده ایستادم. و این شخص چنگکش را گرفته به لب این دریا میرود و به دریا چنگکش را میپرتوید و بعد از چند چنگک او به جنبیدن میدراید و این شخص همون قدر که چنگکش رو میکشد لیکن وزمین است و بعدن این چنگک رو با یک دشواری زیاد از آب میبرد. و بینه دوستان که با چنگک او چی افتیده است. و این ماهی یکی از ماهی های بزرگترین در جهان بوده است. وزن این ماهی تقریبا 180 کیلوگرم بود و اینها این ماهی رو در حال در همون جا رها میکنند و گفتی شما دوستان این گونه ماهی کلان در اینجا زندگی کردنش ممکن است؟ فکرهای شما آیدین در کامنتاری. این ویدیو دیگر است دوستان، لیکن چه خیلی که ما در اینجا دی سودیم در چنگک این ماهیگیرها یک اکولا میافتد، لیکن بعد از چند ببینید که از تگ آب این اکولا را همین گونه ماهی میخورد. و علم ها گفتند که این ماهی ها تا 3 متر دراز و وزنشون باشد تا 400 کیلوگرم میشود. و نگفتن همونه دوستان که نام این ماهی گروپر است. این رو شما دیدید دوستان و خیال کردید که این اسمینوگا است، یعنی اینکه هشپو، لیکن دوستان این هشپو نیست. تنه این رو بینید دوستان با مثل هشپو است، لیکن سرش نه و علما تا حالا نمیدونند که این چی نمودی حیوانی آبی است. این ویدیو باشد دوستان خیلی هم جالب است. در اینجا ماهیگیرها میگویند برای اونی که ماهی پرنده رو به دست دارند و این ماهیگیر یکون باره که چنگکش رو به درون آب میپرتاید، این ماهی به چنگک این ماهیگیر میافتد. این ماهیگیر در طول یک شبونه روز تنها 7 تا همین گونه ماهی گرفت و نگفتنم دوستان که این ماهی ها با آسمان میتوانند تا 200 متر پرواز کنند و خیلی هم ماهی های کمیافت هستند در جهان. این چیزی خیلی هم عجایب و ترسناک را باشد دوستان، در برزیلیا به نوا گرفتن این را تا حال یگان کس نمیداند، برای اینکه بینید دوستان که این نیم به اکولا مانند است و نیم به دینازاور. و
باولی ما میگویند که گویو که این نمود ماهی ها در سالهای پیش زندگی میکردند و در عین حال وجود داشتنشون این غیر امکان است. لیکن چه خیلی که ما دیده ایستاده اینها تو عین زمان وجود دارند. و با همین ویدیو رو که امضا با انجام رسید دوستان، در کانال ما ابونه شوید، زنگوچه رو پخش کنید. خیر دوستان، تا ویدیو آینده در پناه الله باشید.